تخت رستم. تخت رستم نام یکی از آثار تاریخی افغانستان واقعه در آستان سمنگان این کشور است. این تخت عظیم سنگی با قدمت حدود 3500 سال یکی از مهمترین بناهای بجا مانده از دوره بودایان می باشد. محیط توپ رستم حدود 85 متر است و در اطراف آن غارها و اتاقهای متعدد وجود دارد. بودایان از این اتاقها به عنوان معبد یا بتخانه استفاده می کردند. آنها بت‌های خود را در این مکان نگه داشته و به عبادت آنها می پرداختند. این تخت همچنین دارای حفره‌های برای نگهداری و مخفی نمودن اشیای گرانبها و مسکوکات آن زمان بوده است. هنر هیکل تراشی و مجسمه سازی نیز در این دوره بسیار مرسوم بودند و رونق داشته است. نشانه های این هنر بر روی دیوارها به وضوح قابل مشاهده می باشد. تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی داد و نزد باستانشناسان خارجی از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. تخت رستم از معروف‌ترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می‌رود که در فاصله 15 کیلومتری در جنوب سمنگان در جاده متصل به مزار شریف قرار دارد. بنای موجود برآمده از دل یک تکه سنگ است که در مجاورت خود معادن هم دارد. وجود این بنا در داخل بدنه کوه یا همان تپه حفر شده از عجایب معماری عصر بودایی افغانستان قدیم به شمار می‌رود. میجریان باستانشناس انگلیسی اولین مسافر اروپایی بود که درباره معبد و استوپه بودایی ایبک در کتاب خود به نام افغانستان شمالی که در سال 1888 میلادی منتشر شد اشاره کرد. این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یاد و از واژه تخت رستم که از زبان مردم منطقه به آن رسیده است استفاده می کند. بدون شک، شکل طبیعی زمینه‌های منطقه علت مهم است که باعث شده سمنگان در نظر پیروان بودا نیک بود درخشد. تا اکنون تعداد زیاد گردشگر و علاقه‌مند از کشورهای مختلف به این منطقه آمده و از خانه‌های کندکاری شده که در رساله حدود العالم از آنها نام برده شده است بازدید کردند. بر اساس تحقیقات و حفاری‌های انجام شده توسط احمد علی کهزاد که در این منطقه انجام شد، وجود استوپه سنگی یا همان تخت رستم و معابدی که در مجاورت آن از دوره بودایی وجود داشته است، به دلیل وجود جلگه‌های حاصلخیز منطقه از روزگاران بسیار دور در عصر حجر و از دوران غارنشینی به بعد همواره کانون زندگی منطقه بوده است. زرتشت 10 سال در تخت رستم زندگی کرد. در رابطه با قدمت تاریخی تخت رستم نظرات متفاوت وجود دارد.
یوسف شاه یعقوب، رئیس باستان‌شناسی اکادمی علوم تاجیکستان که در سال 1383 از این منطقه بازدید کرد و تحقیقات را در این مورد انجام داد، معتقد است زردشت با مدت 10 سال در محل تخت رستم که از نادرترین پیکره‌تراشی دوران زردشت است زندگی می‌کرد و در ساختن معابد این منطقه هم سهم داشته است. با گفته وی، قدمت تاریخی این اثر نیز به 3500 سال پیش می‌رسد. برخی دیگر نیز بر این باور هست که تخت رستم مربوط به دوران بودا بوده و قدمت آن به 2500 سال قبل برمی‌گردد. طبق حفاری‌ها و تحقیقات انجام شده توسط موسیه، معروف‌ترین باستانشناس و خاورشناس فرانسوی، قدمت این منطقه تاریخی به قرن پنجم میلادی برمی‌گردد. تخت رستم و نسبت آن با شاهنامه، از آنجایی که شاهنامه فردوسی و داستان‌های آن در میان مردم این منطقه از گذشته‌های دور و تا اکنون جایگاه ویژه‌ای داشته و برخی از داستان‌های شاهنامه نیز در این منطقه اتفاق افتاده است و همچنین نام سمنگان به مراتب در شاهنامه آمده است، داستان‌های گوناگون را در رابطه با تخت رستم در میان مردم از گذشته‌های دور رواج داشته است. داستانی که در این مورد وجود دارد این است که وقت رستم با تهمینه، دختر شاه سمنگان، ازدواج کرد، برای هر یک از آنان تخت ساخت، اما رستم شبی برای خود سنگ بزرگ را تراشید و آن را به شکل تخت درآورد. تهمینه نیز اتاقهای سنگی برای خود تراشید و مراسم عروسی رستم و تهمینه در محل اتفاق افتاد که تهمینه ساخته بود. تخت رستم در معرض آسیب. بر اساس برخی گزارش ها در سالهای اخیر آسیب های جدی برای این تخت سنگی وارد شده است. این سنگ به علت نداشتن دیواره و موقعیت آن در کنار جاده که محل عبور مسافران زیاد است، باعث فرسودگی شده است. Thank you.